اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. با نام و یاد پروردگار مهربان، خدایی که یاد و ذکر او حلاوت دلهای مؤمنین و آرامش بخش قلوب ما. سرز سلام و احترام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز دارم و آرزومند هستم که انشالله در هر نقطه از دنیا که بیننده این برنامه هستین از نعمت عافیت و سلامتی بهره مند باشین و انشالله وقت و فرصت کافی برای مشاهده این برنامه داشته باشید. برنامه عارفانه تقدیم شما خواهد شد با موضوعی که انشالله ما قرار هست که مانند چهارشنبه‌های هر هفته در خدمتتون باشیم، در رابطه با معارفی از نهج البلاغه شریف، کتابی که فرمایشات امیر مؤمنان و پیشوای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام درش هست و چقدر زیباست که در کلام حکیمانه این امام همام بیندیشیم و درس و پند و موعظه بگیریم. در خدمت سرور ارجمند و استاد گرامی جناب استاد سجادی هستیم و انشاءالله در این برنامه هم قرار است که از محضر ایشان بهرمند بشیم. خدمت شما آقا سلام داریم، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با عرض سلام و ارادت محضر مبارکی یکایک بینندگان عزیز این برنامه، حضرت عالی و همکاران خوبتان، خدا را سپاسگزاریم که توفیق داریم سر سفره با برکت سخنان دوربار مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم. در خطبه شریفه 198 نهج البلاغه که در جلسه قبل مطرح کردیم، یکی از مباحث زیبایی که مطرح شده آثار تقوا و خداپروایی در مراحل زندگی ماست. بعضی از این آثار را در جلسه گذشته مرور کردیم و برخی از این آثار هم در این هفته، و بعد از این مطلب زیبای دیگری را امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح فرموده که این تقوا، این گوهری گرانبها چگونه انسان میتواند به او برسد؟ یعنی عامل تقوا را امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما معرفی کرده. خب این عامل تقوا طاعت و فرمانبرداری از خدای عزوجل. ولی این طاعت و فرمانبرداری از خدای عزوجل دارای چه شرایطی باید باشه که ما رو به اون تقوای اثرگذار برسانه؟ انشاءالله به یاری خدای عزوجل و استمداد از روح والا و ملکوتی امیر سخن مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه افضل صلوات صلوات الله، امروز انشاءالله این مطالب رو در پرتو کلمات نورانی اون حضرت پیگیری میکنیم. فرمودن که و شفاء و مرض اجسادکم، آخرین جمله. حتی متقی بودن، پرهیزگار بودن برای اینکه بدن ما، جسم ما به بیماری های مختلف دچار نشود اثر گذاره. بله. و حتی اگر کسی قبلا دچار بیماری های جسمی شده، از این سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده می شود که این شخص اگر وارد جاده تقوا شود، وارد جاده تقوا شدن بهبودی دهنده بیماری های جسمانی او خواهد بود. و صلاح و فساد صدورکم، عجیبه، گاهی همینطوری که مثلا توسط یک میکروب چیزی درد سینه پیدا میکنیم، سینه ما عفونی میشود، گاهی از نظر معنوی ما دچار چنین مشکلی میشیم. شاید در جامعه به چنین افرادی برخورده باشه. بعضی یارو میبینیم به همه چیز بدبینه، به همه چیز بدبینه. این بدبین بودن به همه چیز
یک ریشه‌ای داره. معلومه این آقا خودش یک مشکلی داره. اگر انسان متقی و پرهیزگار باشه، خدا پروا باشه، این سینه از فساد دور میمانه. لذا آدم حقایق را اونگونه‌ای که هست میبینه. بله. اونگونه‌ای که هست اطراف خود را بررسی میکنه. اینطور نیست که همیشه منفی نگر و یا بدبین باشه. تعبیر دیگری که مولا دارد و طهور و دنس انفسکم. این اصطلاح خیلی در میان مردم به کار میره. فلانی نفسش آلوده شده، فلانی نفسش پلید شده، یا میگه عجب انسان پاک نفسیه. بله. خب البته این پاک نفس بودن تأثیرات خیلی عجیب و غریبه، هم در زندگی خود انسان هم در زندگی اطرافیان انسان داره. واقعا چگونه میتونیم ما یک نفس پاک داشته باشیم؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید تقوا پاکی نفس شما از آلودگی هاست. بسیار. یعنی به یک تعبیر دیگه، اگر انسان خدا پروا نباشه، چه بخواهی چه نخواهی این نفس آلوده می شود. دو راه بیشتر نیست، یا ما در زندگی خدا پروا هستیم، یعنی دنبال رضای خدا، اون چرا که خدا دوست داره به دنبالش می رویم، اون چی که خدا ما را از اون نهی کرده اجتناب می کنیم. اگر این گونه زندگی کردیم می شویم متقی. یک انسان نفس پاک است این انسان. اما اگر به دنبال تقوا نباشیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، نفس ما آلوده می شود، پلید می شود. لذا می فرماید که و طهور و دنس انفسکم، پاکیه از آلودگی جانهای شما، نفسهای شما، همین تقواست. و جلاء و عشا ابصارکم. خیلی جالبه، آدم یک مقدار در زندگی اجتماعی، در برخوردها، وقتی که ملاحظه میکنه، مطالعه میکنه، متوجه این نکته ها میشه. ببینید بعضیا اگر به یک دکتر چشم پزشک مراجعه کنن، چشم این را معاینه کنه، ممکنه چشمش هیچ مشکلی نداشته باشه، بینایی چشمش کامل 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 باشه. بله. ولی با وجود این میبینیم خیلی از وقایع اطراف خود این آقا درست نمیتونه ببینه، گویا مشکل بینایی داره. لذا هم گاهی میبینی بعد از مدتها یک کسی برمیگرده معذرت خواهی میکنه، پی به اشتباه خودش برده. همین دلیل چیه؟ دلیل اینه که در اون موقع قضیه رو خوب ندیده، حقیقت رو ندیده. اما اگر بخواهیم چشم ما، چشم بصیرت ما همیشه روشن باشه، هیچ وقت واقعیت‌های اطراف خودمون رو دگرگون نبینیم یا کمرنگ نبینیم، باید پروای الهی داشته باشیم. انسانی که پروای الهی دارد، امکان ندارد که حقایق اطرافش بر او پوشیده بماند و در دیدن حقایق چشمش، چشم بیناییش ضعف داشته باشد. و جلاء و عشا ابصارکم. تقوا، پرواپیشگی روشن می کند تاریکی بصیرت ها را. گاهی بصر انسان تاریکه، گاهی چی؟ بصیرت انسان تاریکه. حالا چشم آدم کمبین باشه، چقدر آدم دچار مشکل میشه، تا چی برسد به این که بصیرت انسان، حقیقت بینی انسان در یک حاله از تاریکی باشه. بله. و امن و فزعی جعشکم. ببینید در زندگی ها، در زندگی ما تحولات گوناگون هست. این تحولات انسان رو به اضطراب ها میکشن و اضطراب ها در زندگی ما خیلی آثار مخرب داره، هم نسبت به روح ما، هم نسبت به جسم ما. اضطراب بسیار خطرناک و آسیب زننده است. اگر بخوای از این اضطراب ها در امان باشی، یعنی تحولاتی که در پیرامون زندگی تو واقع میشود شما را مضطرب و پریشان نکنه، خدا پروایی.
چون انسان خدا پروا همیشه با خدای خودش در ارتباط و در اتصاله. وقتی آدم با یک قدرتی مرتبط، قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، چنان که در اول این خطبه خواندیم، یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات، او خدایی که از صدای حیوانات وحشی غفلت نداره، چگونه می شود که صدای بنده خود رو نشنه؟ لذا انسان متقی و پرهیزگار در یک آرامش زندگی میکنه، در یک آرامشی به سر میبره. و امن و فزعی جعشکم، چه درس های بزرگ امیر مؤمنان علی علیه السلام به بشریت داده، خصوصا در دوره زندگی ما که از یک طرف دوره علمه، دوره تمدنه، دوره ابتکارات، از یک طرف هم دوره چی؟ استراب ها، دوره تشویش ها، دوره استرس ها. لذا شما میبینید یکی از رایج ترین بیماری ها بیماری افسردگیه که بر اثر همین استراب و تشویش و اینا به وجود میآید. خوش به حال اون کسی که بتواند با کلمات مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام پیوند برقرار کند. میفرماید که وضیاء و سواد ظلمتکم، بعضی وقتها زندگی ها تاریک، واقعا روز روشنه ولی زندگی تاریکه. آدم از تحلیل وقایع اطراف خود عاجزه، لذا در موضع گیری های خود دچار اشتباه می شود. بعد از مدت ها متوجه میشه که اشتباهی کرده، خطایی کرده. حالا چطور این اشتباه و خطای خود رو جبران کنه؟ چرا آدم در این اشتباهات دچار میشه؟ چرا مرتکب چنین خطاهایی میشه؟ به قول معروف گفت که چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی. حالا بعدن مجبوری به معذرت خواهی، چرا این کار رو کرده؟ بله. علتش اینه که بهرش از تقوا کم بوده. بهره انسان که از تقوا و خداپروایی کم باشه، زندگی انسان می شود تاریک. در تاریکی قدرت تشخیص انسان ضعیف می شود. اما انسان به هر اندازه‌ای که خداپروا باشه، زندگی انسان می شود زندگی نورانی. انسان در یک فضای روشن معنوی زندگی میکنه. کسی که در یک فضای روشن معنوی زندگی میکنه، احتمال که دچار خطا و اشتباه شود و در تشخیص خود دچار غلط شود، این احتمال بسیار احتمال ضعیفیه. این اثر تقواست. و ضیاء و سواد ظلمتکم، تا اینجا آثار تقوا در زندگی ما در کلام مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام که بخشی را در جلسه قبل مرور کرده بودیم، این هم بخش دیگری که البته ما به حد ترجمه و گذر حالا میرسیم به اون سرفصل دوم که خیلی سرفصل مهمیه، عامل رسیدن به تقوا. بله، تقوا بسیار گوهر گرانبهاییه. همین کلمات را که خواندیم، یعنی آدم واقعا مشتاق می شود که چگونه به این برسه. مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، وارث علم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در ادامه عامل رسیدن به تقوا را برای ما بیان کرده. بسیار عالی، خدا خیرتون به تاج سجده بزرگوار. ان شاء الله با سخنان ارزشمند شما خواهیم نشست در بخش بعدی. بینندگان عزیز، خوشمند دستم همراهی بفرمایید. پس از شنیدن یک مناجات زیبا که آماده پخش هست، انشاءالله برمیگردیم تا باز هم بنشینیم و از کلمات امیر المؤمنین علیه السلام استفاده ببریم. سپاس و تشکر از اینکه بیننده برنامه عارفانه هستیم. بینندگان عزیز، در برنامه کنونی صحبت ما در رابطه با معارفی است از نهج البلاغه شریف و از خطبه 198 که امیرالمومنین علیه السلام بیاناتی دارند که قطعا واکاوی این فرمایشات و تفقه در این فرمایشات نورانی میتونه که ما را رهنمون بسازه به سمت سعادت و قرب خداوند متعال. صحبت در رابطه با تقوا هست و این سوال مهم که راه رسیدن به تقوا و عاملش چیست؟ بفهم استاد. خب قبل از اینکه بیانات نورانی مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه افضل صلوات الله رو پیگیری کنیم، لازم اشاره کنیم که
تقوا، مثل عدالت و بعضی از مقولات دیگر، اینا یک ملکه هست. ملکه یعنی چی؟ یعنی این یک خصلتیه در وجود انسان، باید به سرحدی باشه که رعایت کردن او و انجام دادن او برای انسان بسیار آسان باشه. و از طرف دیگه ترک او برای انسان چی؟ سخت، دشوار و سخت باشه. به این مرحله که رسید، این نام برای او صدق میکنه. یعنی کسی که بالاخره چند مرتبه اوامر خدای عزوجل رو به جا بیاره و از نافرمانی خدا اجتناب کنه، بله، امر خدا رو به جا آوردن، نافرمانی رو اجتناب کرده، ولی به این متقی نمیشه. چرا؟ چون با سختی این کار رو انجام داده، با سختی از سر گناه و معصیت گذشته، با دشواری فرمان الهی رو به جا آورده. وقتی این میشود تقوا، که برای انسان ملکه شود، مثل اون که بزرگان و علما در رابطه با عدالت تعریف کردن. چگونه میشود این که انسان به ملکه تقوا برسه؟ یعنی همیشه انس با خدا داشته باشی، واقعا با تمام وجود دنبال رضای خدا باشی، یک لحظه از این مسیر جدا ماندن برای ملال آور و دردآفرین باشه، همیشه به دور از معاصی و آلودگی ها باشی، کوچکترین تمایل به اون جهت برای شما آزار دهنده و رنجاور باشه. چگونه میشد به اینجا رسید؟ مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که شروع میکند به سخن گفتن، این مطلب رو برای ما آشکار میکنه. فجعلو طاعت الله شعارا، از همین که روی طاعت الله آمده، فهمیده میشود که عامل رسیدن به تقوا فرمانبرداری از خداست. تا چنان که ما میبینیم در قرآن کریم هم خدای عزوجل دستور میدهد خدا را پرستش کنید تا اینکه به یقین برسید. ببینید این پرستش و عبادت خدای عزوجل رسانندهی به یقین هست. اینجا هم امیر مؤمنان علی علیه السلام تا میفرماید فجعلو طاعت الله، از این واژه ما میفهمیم که اون چی ما را به تقوا میرساند فرمانبرداری از خداست. منتها فرمانبرداری از خدای عزوجل از خودش مراتبی داره، رنگهایی داره، جلوههایی داره. امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما روشن میکنه که هر چی که نامش فرمانبرداری از خدا باشه، انسان رو به تقوا نمیرساند. اون فرمانبرداری از خدای عزوجل که انسان رو به تقوا میرسانه خصوصیاتی داره. چطوری؟ ببینید، فجعلوا طاعت الله شعارا دون دثارکم. با این تشبیهات خیلی زیبا امیر مؤمنان علی علیه السلام قدم قدم ما رو به حقیقت مطلب نزدیک میکنه. ما لباسی در زیر جان خود داریم، لباسی در روح. این لباس در روح هست و جان من زیاد اثر بخش نیست. اون لباسی که روی جسم من اثر داره، اون لباسیه که چسبیده به بدن من. یعنی تقوا اینطور به جانتان نزدیک باشه، فقط یک نمود ظاهری نداشته باشه. به اصطلاح امروز بگیم تقوای ما برای مردم نباشه، برای کی باشه؟ برای خودمان باشه. بعضی ها صرف به خاطره که مردم بد نگویه خدا رو فرمان برداری میکنیم، به خاطره که مردم ما رو بد نگوین خدا رو نافرمانی نمیکنیم. این به درد نمیخوره. این گونه اطاعت و فرمان برداری از خدا انسان رو به جایی نمیرسانه، به تقوا نمیرسانه. حالا یک قدم پیشتر از این میفرماید که و دخیلن دون شعارکم. نه، این تقوا که اگر مثل جامعه چسبیده به جان انسان باشه، از این که مثل جامعه بیرونی باشه اثرش بیشتر، ولی باز هم اون اثری که شما از فرمانبرداری خدا میخواید اون اثر گیرد نمیه. این اطاعت و فرمانبرداری از خدای عزوجل باید جزء وجود شما شود و دخیلن داخل در وجود شما باشه، داخل در هستی شما باشه، دون شعارکم، نه اینکه مانند یک لباس چسبیده به جانتان. بله. و لطیفاً بین اضلاعکم. چه تعبیر زیبایی. ببینید شما
اولا جمع زل، زل همین دنده ها یا قبرقه هایی که در دو طرف ما و شما هست. حالا اونایی که علم طب خواندن، دکترن، در بخش تشریح کار کردن، خوب این قضايا رو متوجه، حداقل ما که بالاخره یک حیوان قصابیش ده اوره که دیدیم، ببینید این زل ها، قبرقه ها یا دنده ها چقدر با یک لایه نازک و لطیف از گوشت به هم پیوند داده شده. درست. تقوا باید این گونه لطیف جزء وجود و جزء جان ما باشه. اون تقوا، ببخشید، این فرمانبرداری از خدا، این گونه لطیف جزء وجود ما باشه تا ما رو برسانه به تقوا. می فرماید که و لطیفاً بین اضلاعهم، در یک کلام، و امیراً فوق امورکم. ما از خیلی چیزها فرمان میبریم، خیلی ها را حرفش را گوش میکنیم، درسته، اما اونی که بالاترین فرمانده در زندگی ما باشه، امیر امیران باشه، اطاعت و فرمانبرداری از خدای عزوجل. لذا شریعت ما را به این سو خوانده، خدای عزوجل حق پدر و مادر رو به دوش ما قرار داده، بعد از حق خودش هم قرار داده، اما تا چه زمانی؟ تا زمانی که امر و نهی پدر و مادر مخالف با دستور خدای عزوجل نباشه. اگر اونچه پدر یا مادر از ما میخواهد مخالف با دستور خدای عزوجل، اینجا دیگه اطاعت نداره. لذا میفرماید که و امیرن فوق امورکم، فرمان برداری از خدای عزوجل، امر کنه، اطاعتی از خدای عزوجل، اون یک امر کننده باشه بالای دست تمام امر کننده هایی که در زندگی ما هست. چرا؟ چون ما میخواییم توسط این طاعت و فرمان برداری از خدای عزوجل به تقوا برسیم. پس باید طور خدا رو فرمان برداری کنیم که این اطاعت و فرمان برداری از خدای عزوجل یک راه ورود شود برای ما برای عرصه قیامت. فردا قرار ما در عرصه قیامت وارد شد، یک راه باید برای ورود داشته باشیم، یک راه درست، و این اطاعت ما باید به گونه باشه که یک راه برای ما درست کنه. آیا ترک گناهی که فقط به خاطر حرف مردمه یا عبادتی که فقط به خاطر حرف مردمه میتواند راهی برای فردای قیامتی ما شود؟ هاشا و کلا. پس نباید خود رو بفریبیم اینجا. دیگه چی؟ میفرماید که و شفیعاً لدرک طلبتکم. ما خواسته هایی داریم در این دنیا، خواسته ها زیاد داریم، اما خواسته های ما محدوده. مهمترین خواسته های ما برای جهان ابدی و جهان آخرت هم. ما اطاعت و فرمان برداری ما از خدای عزوجل باید به گونه ای باشد که این شفیع شود برای به دست آوردنی اون خواسته ها. وقتی میگه خدایا چنین مقام به من بده، اگر بپرسه تو چی کردی؟ بله. جواب داری یا نداری؟ چی کردی؟ باید جواب داشته باشی. لذا اگر ما بخوایم از اطاعت خدای عزوجل به مقام برسیم که اون چی از خدای عزوجل میخواهیم اون برآورده شود، این طاعت باید دارای خصوصیت باشه. به فرموده حضرت علی علیه السلام این جامعه رویی نباشه، جامعه زیرین باشه. جامعه زیرین نباشه، دخیلی در وجود ما باشه، لطیفی در بین اضلاع ما باشه. سجدی اسخای میکنم. حضرت علی در همین بیان از حضرت علیه السلام اشاره فرمودید که حالا حضرت تقوا را به لباس تشبیه فرمودند. در قرآن کریم هم آیه شریفه داریم که همین تعبیر داره. وجهش چی هست که فرمودند و لباس و تقوا ذلک خیر؟ این که تقوا را به لباس تعبیر فرمودند، هم الله متعال هم امیرالمومنین سلام، وجهش چیست؟ لباس چند تا خصوصیت داره. یکی خود لباس برای انسان زیبایی میارد. لذا ریشن لکم، خدای عزوجل میفرماید ما لباس رو برای شما زینت قرار دادیم، ولکن لباس و تقوا خیر. دیگر این که لباس تمام عیب های ما رو میپوشانه. تقوا همینطوره. تقوا از یک طرف ما رو زیبا میکند، یعنی ما رو به اون زیبایی واقعی که خدای عزوجل در وجود ما قرار داده به اون زیبایی میرسانه. و دوم این که
سبب می شود که عیبی در وجود ما نباشد تا دیده شود. نه اینکه عیب باشد عیب رو بپوشاند، بلکه عیبی در وجود ما نباشد. این اثری تقواست که تشبیه به لباس شده. بعد می بینیم مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید و جنتن لیوم فزعکم، طاعت خدا سپر است، سپر است برای روز خوف، برای روز ترس. او طاعتی که باید بتواند سپر شود برای ما، برای اون روز خوف عظیم، اون هم در فردای قیامت، اون چه طاعتیه؟ امیر المؤمنان علی علیه السلام میفرماید نپندارین این طاعت ظاهری بله. که مانند یک لباس رویینی باشه، اینه که حضرت ما را سوق میدهد به رسیدن به حقیقت طاعت، و اون حقیقت طاعت که تقوا رو ایجاد میکند. هر بعد میفرماید که و مصابیح لبطون قبورکم، ما منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا نخرا، خدا ما را از خاک آفریده در دل خاک برمیگردانه و باز سر از خاک برمیدانه. این ظلمت قبر رو این بار ما باید روشن کنیم. اون چه که این تاریکی قبر ما رو روشن میکند، در تاریکی قبر ما میشود چراغ، همین طاعت و فرمانبرداری از خدای عز و جل. اما اون طاعتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام با اون خصوصیات بیان میکنه، طاعتی که دخیلی در وجود ما باشه، طاعتی که لطیف بین اضلاع ما باشه، نه طاعتی که مانند لباس رویینی ماست فقط به خاطر چشم مردم، به خاطر دید مردم، به خاطر حرف مردم. و سکنن لطول وحشتکم، دوران تنهایی بس طولانی را ما پیش رو داریم، بعد از مرگ تا فردای قیامت. در این دوران فقط با اعمال خودمان هستیم. اون اعمالی که ما را آرامش می بخشد در این دوران، انیس ما، مونس ماست، اون فرمان برداری که از خدا کرد، عوامل خدای عزوجل را که در این دنیا اطاعت کردیم، اینا انیس و مونس ما در این دوران طولانی خواهد بود. گناهانی را که محض رضای خدا از سر او گذشتیم و از او چشم پوشیدیم، او انیس و مونس ما در این دوران طولانی خواهد بود. دلهایی را که محض رضای خدا خوشنود کردیم، اون دلها انیس و مونس فردای ما. و لذا در روایت داریم هر کس در قلب یک مؤمنی خوشحالی وارد کنه، کاری کنه که یک دل خمیده شاد شود، یک مؤمن خوشحال شود، خدای عزوجل از این سرور یک موجودی را می آفریند که در وارد عالم قبر شد تا روز قیامت همنشین ای خواهد بود و انیس و مونس ای خواهد بود. خب این طاعتی که چنین اثر داشته باشه، این طاعت طاعتیه که ویژگی ها داره، خصوصیات داره، اون بیان نورانی که امیر مؤمنان علی علیه السلام داره. بعد می فرماید که و نفسن لکرب مواطنکم، ما جایگاه ها و منزل های بسیار دشوار رو پیش رو داریم. در این منزل ها ما نیاز به کسی یا چیزی داریم که غم و غصه ما رو بزداید، اندوه ما رو برطرف کند، مشکلات رو از ما دور کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرم این طاعت خداست که این کار رو برای شما میکنه، اما اون طاعتی که دخیلی در وجود شما باشه، با تمام وجود مطیع و فرمان بردار خدای عزوجل باشی، نه اینکه به خاطر کسی به ما چیزی نگوید یا مردم ما رو بد نگوید. بعد می فرماید که در کل خصوصیات طاعت و فرمان برداری از خدای عزوجل رو بیان می کند. فَإِنَّ طَاعَتَ اللَّهِ حِرْزٌ مِنْ مَطَالِفٍ مُكْتَنِفَ، این خصوصیت برای طاعت و فرمان برداری از خدا هست، به شرطی که طاعت و فرمان برداری ما از خدا دارای شرایط باشه. چی این خصوصیت؟ یکش اینه که از تمام حوادث خطرناکی که منجر به تلف شدن انسان می شود،
فرمانبرداری از خدا یک حرز، یک پناهگاه. انسانی که فرمانبردار از خداست در میان امواج بلا باشه در یک پناهگاه، در یک دژ محکم و استواره. این یک بیان. بعد می فرماید که و مخاوف متوقعه. گاهی خوفهای انتظار می رود. بله. اما انسانی که فرمانبردار از خدای عزوجل هست، از این خوفهایی که انتظار می رود او در یک دژ محکم و استواره. هیچ تشویشی از این ترسها به دل خود راه نمی ده. بسیار عالی، خیلی بر من شده مزایای سجدی بزرگوار. تشکر میکنم. بینندگان عزیز خوشمند هستم، همراهی بفرمایید. تواشی زیبای آماده نشست هست، همراه شما خواهیم دید و خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم تا باز هم بنشینیم پای سخنان رسمند آقای سجدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صحبت ما در رابطه با فرمایشات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام هست که در خطبه 198 نهج البلاغه فرمودن. در روایت شریف از حضرت امام باقر علیه السلام رسیده که فرمودن والله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا سوگند شیعه ما نیست، پیرو حقیقی ما نیست، مگر کسی که تقوای الهی داشته باشه و اطاعت اوامر الهی بکنه. صحبت ما در رابطه با همین فرازهای زیبایی است که امیر المؤمنین علیه السلام عامل اصلی رسیدن به تقوا را طاعت و بندگی و فرمانبرداری از دستورات خداوند متعال میشمارند. حاجا در خدمتتون هستیم. ببینید در زمان ما هم بعضی از داروها هست، میگه این داروها این خاصیت ها را داره. واقعا اون دارو خاصیت را داره، به شرطی که شرایط ترکیبش فراهم بشه. اگر یکی از اجزای اون معجون کم بشه یا زیاد بشه، اون اثر خود رو از دست میدن. امیر مؤمنان علی علیه السلام سه تا اثر برای طاعت و فرمانبرداری از خدا بیان میکنه. یک، طاعت و فرمانبرداری از خدای عزوجل یک حرز و پناهگاه است از مطالف مکتنفه، یعنی اسباب نابودی که دورا دور انسان را گرفته باشه. کسی که فرمانبردار خدای عزوجل، او در یک پناهگاه امنه. یک. دو، و مخاوف متوقعه، پدیده ها و حوادث ترسناک و وحشتناک که انتظارش می رود دورا دور انسان را احاطه کرده باشه. کسی که فرمانبردار از خداست، او در یک پناهگاه امن و امانه. و اوار نیران موقده، شعله های آتش که برافروخته باشه، شعله های آتش که برافروخته باشه، او انسانی که مطیع و فرمانبردار از خدای عزوجل، او در پناهگاه امن و امانه. اما این طاعت وقتی این اثر رو داره که دارای اون شرایط باشه، لباس زیرین باشد نه لباس روی، نه لباس زیرین باشد بلکه دخیل در وجود انسان باشه، مانند پرده های لطیفی که در بین اضلاع و دنده های ماست، این گونه عجینی با وجود ما باشه. این طاعت انسان را میرسانه به تقوا. حالا به تقوا که رسید، امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرما این قسمت دیگه خیلی زیباست، یعنی هر فرازی از این کلم را باید آدم بارها و بارها با خودش تکرار کنه، زمزمه کنه، ببینه واقعا خدای عزوجل چه راه زیبایی رو پیش پای انسان قرار داده. میفرماید که فمن اخذ به تقوا، کسی که به تقوا رسیده، از راه طاعت و فرمانبرداری خدای عزوجل با اون شرایط به تقوا رسیده، میفرماید فمن اخذ به تقوا عذبت عنه شدائد بعد دنوها، سختی ها مشکلات از این دور میشود بعد از اون که شدائد سختی ها و مشکلات به این نزدیک شده بود. سختی ها و مشکلات به این نزدیک شده، دورا دور ایره گرفته، اما چون این به تقوا رسیده سختی ها و مشکلات از او دور میشه. خیلی یک پیام داره امروز برای جوامع اسلامی، برای جامعه ما، برای جوامعی که دچار مشکلات اقتصادی هستند، مشکلات امنیتی هستند، مشکلات سیاسی هستند،
حتی مشکلات بهداشتی. اگر ما اهل طاعت و فرمانبرداری از خدای عزوجل باشیم و توسط این طاعت و فرمانبرداری از خدای عزوجل به تقوا برسیم، تمام این شدائد و سختی ها از زندگی ما دور می شود. بعد وحلولد له الامور بعد مرارتها، گاهی زندگی در کام انسان تلخ می شود، گاهی زندگی در کام یک شخص تلخ شده، گاهی اصلا زندگی در کام یک جامعه تلخ می شود. بعضی ها تعبیر دارن که ما زنده ایم اما زندگی نمی کنیم، فقط زنده ایم. گاهی آدم از شرایط زندگی خود به این اندازه ناراحته، یعنی واقعا شرایط زندگی نامساعده، نامساعده، غیر قابل قبول و غیر قابل تحمله. بله، اگر بخوای که زندگی در کام جانت شیرین شود، اگر از مسیر فرمانبرداری از خدای عزوجل به تقوا رسیدی، تقوا زندگی را در کام جان انسان شیرین میکند. چه تعبیر داره امیر مؤمنان علی علیه السلام، وحلولد له الامور بعد مرارتها، شیرین میشود در کام جان او مسائل، کارها، بعد از اون که تلخ شده بوده، او را به سطوح در آورده بوده. شما میبینید، یک اشاره کوتاه داشته باشم، این شخصیت بزرگ جناب زهیر بن قین از سیاست زمان خسته بود، تجارت هم که میکرد که نمیشد بالاخره آدم یک، و واقعا در یک شرایط سختی به سر میبود، تا اون زمانی که فرستاده ابا عبدالله حسین علیه السلام در خیمه اش آمد. تعبیر اینه که تا گفت آقای امام حسین علیه السلام شما را طلبیده، به یک حالت شوکه شده پیدا کرد. راوی میگوید که لقمه ها به دست ما بود، گویا پرنده بالای سر ما نشسته، نمیتونستیم لقمه را در ظرف بگذاریم، نمیتونستیم هم در دهان خونیم، یک حالتی اینطوری. اما محضر مبارک سید الشهدا با عبدالله حسین علیه السلام رسید، امر خدا را اطاعت کرد، امام حسین او را رساند به تقوا. وقتی از خیمه امام حسین بیرون شد، صورتش مانند پاره از ماه میدرخشید، خوشحال، شاد، بانشاد. بله، چی میفرماید؟ وحلت وحلولد له الامور بعد مرارتها. گاهی زندگی برای انسان تلخ میشود، اما اگر راه طاعت و بندگی خدا را پیش بگیری، به تقوا برسی، دوباره همه چیز برایت شیرین میشود. و وانفرجت عنه امواج البلا بعد تراکمها، موجهای بلا بعد از اون که روی هم انباشته و انباشته و انباشته شده، تو بیا خدا رو بندگی کن، قدم در مسیر بندگی خدا بگذار، اما با تمام وجود. وقتی به تقوا رسیدی، تمام این امواج بلا از تو دور می شود، این فرجت گشوده می شود، موجهای بلا از شخص متقی بعد از اینکه تراکم کرده باشد. چقدر اینا راه گشای برای جامعه ای ما اگر ما امروز بخوایم به اینها عمل کنیم. و اسهلت له الصعاب بعد انصاب بها، گاهی از زمین و آسمان سختی می باره. واقعا گاهی بعضی همین مسئله رو احساس میکنه که از زمین و آسمان داره برای ما مشکلات و سختی میباره. میخوای این مشکلات و سختی ها برای آسان شوه؟ میفرماید و اسهلت له الصعاب، کسی که به تقوا رسیده آسان میشود برای او دشواری ها بعد انصاب به ها، بعد از اون که دشواری ها از زمین و آسمان به سرش میباریده. آتش تبدیلی به؟ گلستان. مگر برای حضرت ابراهیم خلیل نشد؟ آتش تبدیل به گلستان شد. و حلت و حتلت علیه الکرامه بعد قهوتها. ببینید، ما نعمتهای مادی داریم، نعمتهای معنوی داریم. باور کنید جایگاه نعمتهای معنوی رو هیچی نداره. یکی از بزرگترین نعمتها کرامت است برای انسان. انسان یک زندگی بزرگوارانه داشته باشه، گاهی کار به جایی میرسه که اون چی در زندگی ها پیدا نمیشه کرامت. ممکنه یک کسی از نظر اقتصادی، از نظر مادی وضع زندگیش خوب باشه، اما باز هم یک انسان حقیره، یک انسان سرخورده است، یک انسان تحقیر شده است.
اون چه که انسان رو به کرامت میرساند، امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اگر تقوا داشته باشی و حتلت علیه الکرامت و بعد قهوت، یا بعد از اون که قحطی شده بوده باران کرامت بر سر تو میبارد. فقط ترجمه کنم و بگذارم، ظاهرا وقت کم مانده. و تحدبت علیه الرحمت و بعد نفور، یا بعد از اون که رحمت در زندگی تو نبود، رحمت به زندگی تو روی می آورد. و تفجرت علیه النعم و بعد النذوب، نعمت ها خشکیده بود، یک مرتبه مانند چشم ساران نعمت ها شروع میکنه به جوشیدن. چرا؟ به تقوا رسیدی. جامعه ای که به تقوا برسه، فردی که به تقوا برسه. و وبلد علیه البرکت و بعد ارضاده ها، گاهی هر چی میگردی تنها چیزی که از او خبری نیست برکته، اما اگر به تقوا رسیدی باران بهاری رو میبینی چطور درشته، همینطوری که باران بهاری درشت میباره، برکت همینطور در زندگی ما میباره. بعد امیر مؤمنان علی میفرماید فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته، که خدا این توفیق رو به ما و شما ارزانی بداره ان شاء الله. خیلی برام شده مزایای سجدی بزرگوار و همین دعای بسیار زیبایی که اصلا در انتها فرموده، ان شاء الله که مورد استجابت واقع بشه و ما برسیم به مرحله‌ای که انشالله حلاوت شیرینی تقوا را احساس بکنیم و ملکه بشه در وجود ما. خیلی تشکر میکنم از آقای سجدی، به اتمام برنامه رسیدیم. از زن بیننده از همراهی شما هم سیمانه تشکر میکنم و دادیدار بعدی شما را به خداوند متعال بسپارم. خداحافظ.